آیا ایران بعد از رویارویی اخیر با واشنگتن منزوی تر شده یا بالا گرفتن تنش‌ها شرایط رو برای آمریکا در منطقه سخت‌تر کرده؟ سلام بر شما، خوش اومدید به صفحه دو آخر هفته. کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اواسط ماه گذشته تنش بین واشنگتن و تهران را به سطح تازه‌ای رسوند. در حالی که حمله موشکی ایران به دو پایگاه آمریکا در عراق با از پیش مطلع کردن عراقی‌ها و از طریق آنها آمریکایی‌ها می‌توانست اوضاع را تا حدودی آرام‌تر کند، به ناگهان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران شرایط را برای مقام‌های ایرانی پیچیده‌تر کرد. حاکمیت جمهوری اسلامی به یک باره نه فقط در عرصه داخلی بلکه در عرصه بین المللی هم خود را در شرایط متفاوتی یافت. سه کشور اروپایی حالا مکانیزم حل اختلاف در برجام را فعال کردند و سایه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر سر ایران سنگینی می‌کند. آیا ایران با آنچه در دو هفته گذشته رقم خورده از قبل منزوی‌تر شده؟ در این برنامه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با مهمان‌های برنامه. مهرزاد بورژردی با ماست، رئیس دانشکده امور همگانی و بین‌المللی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن. داریوش سجادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از مخالفان سیاست‌های دولت ترامپ و سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی از تهران با ماست. و از واشنگتن مریم معمار صادقی، از بنیانگذاران وبسایت توانا و از مدافعان سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران. هر سه مهمان خوش آمدید به برنامه. آقای بورژردی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. به نظر شما چقدر چهره ایران در طول دو هفته گذشته با توجه به اتفاقاتی که افتاد تغییر کرده؟ شاهد آیا فکر میکنید شاهد ایران متفاوتی هستیم یا نه؟ عرض کنم که همونجور که میدونیم سیاست خصلت سیالی داره و وقایع میتونن شکل و جو رو کاملا عوض بکنن. ما در زمان تشییع جنازه آقای سلیمانی شاهد یک مراسم بسیار چشمگیر بودیم در ایران که در شهرهای مختلف برگزار شد، اما درست چند روز بعد با فاجعه سرنگون کردن هواپیما که به قول فردی خیلی زیبا گفته بود که 176 نفر در این پرواز کشته شدن ولی 83 میلیون نفر مجروح شدن، واقعا فضا کاملا به نظر من عوض شد و آنچه که خیلی مشهود بود برای چه جامعه درون ایران چه در خارج از کشور، کشورهای دیگر، این بود که جمهوری اسلامی متاسفانه در حوزه مدیریت بحران به هیچ وجه نمره قبولی نمیگیره، چه از طریق لاپوشانی که انجام دادن در رابطه با سه روز حرف نزدن از واقعیت، چه در رابطه با تهدید مخالفانشون، تئوری‌های بی اساسی که مطرح کردن در رابطه با اینکه هواپیما چه بلایی به سرش اومده، بالاخره اعتراف کردن و حالا هم که می‌بینیم سر مسئله جعبه سیاه حاضر نیستن اون همکاری رو که کشورهای دیگه نیاز دارن رو داشته باشن. بنابراین فکر می‌کنم که اگر به این مجموعه عوامل نگاه بکنیم میبینیم که بله، فکر میکنم به حیثیت ایران بسیار ضربه خورده. اجتناب کشورهای دیگه از فرستادن هواپیما پرواز بر روی خاک ایران، پایین رفتن توریسم، حتی شک بیشتر ایرانیان خارج از کشور که در این حال و فضا بخوان دوباره برگردن به سری بزنن به کشور، فکر میکنم بخشی از این مسئله هست. نگاه‌هایی که به مسئله کشته شدن آقای سلیمانی شد در جاهای مانند عراق و سوریه که بسیاری خشمگین بودن، بسیاری هم خوشحال بودن، نشون میده که اون نگاه دوگانه هم در رابطه با عملکرد ایران در منطقه کاملا وجود داره. مجموعش به نظر من این است که پس با این اتفاقاتی که در این چند هفته اخیر گذشت، بله، به انزوای بیشتر ایران کمک کرده. همونجوری که شما هم در اول برنامه گفتین، مسئله موزه سه کشور اروپایی هم برای اعتراض به غنی‌سازی ایران و مکانیزم معاشه رو فعال کردن بخشی از این نارضایتی است. فکر می‌کنید اگر اون هواپیما رو سرنگون نمی‌کرد سپاه پاسداران شرایط متفاوت بود یا همچنان با همین شرایط مواجه بودیم؟
ببینید، فکر میکنم سرنگونی هواپیما یک واقعه بسیار بسیار مهم بود که واقعا جو رو عوض کرد. اگر مسئله به همون خاتمه پیدا میکرد که ایران پاسخی داده بود در به کشتن سلیمانی با شلیک کردن چند موشک به عراق، مسئله اونجا ختم میشد. خب خیلی اوقات خیلی افراد میتونستن این استدلال رو بپذیرن که امریکا اقدامی کرده، ایران هم به اون پاسخ داده و مسئله تمام شد. ولی رجز خان بعدی و مسئله هواپیما بعض رو عوض. خانم معمار صادقی، نظر شما چه است؟ اولا آیا شما هم فکر میکنید که این تغییرات در عرصه بین المللی برای ایران اتفاق افتاده در طول این دو هفته گذشته؟ اولا که سلام عرض میکنم، حیثیت ایران به طور کلی موضوع ما ایران نیست، موضوع جمهوری اسلامی هست، اون رژیمی که داره ظلم میکنه به مردم ایران و مردم منطقه و سراسر این منطقه، مردم بلند شدن علیهش. صحبت یه حکومت داریم میکنیم، نه صحبت یه ملت، نه صحبت یه میهن. ایران حیثیتش سر جاش، جمهوری اسلامی هستش که روز به روز آبروش داره بدتر و بدتر میشه پیش مردم ایران، پیش مردم منطقه، پیش مردم دنیا و سیاستمداران دنیا دیگه. حتی اروپایی ها که تا اخیراً حتی میخواستن که بگن که مسئله دونالد ترامپ هست و از این راه، از این بهانه اون ارتباط تجاری خودشون، منافع مالی خودشون رو بتونن حفظ بکنن از طریق بیزنس با جمهوری اسلامی، اونا هم دیگه نمیتونن این کارو بکنن. یعنی دیگه نمیتونن به شهروندای خودشون بگن که با همچین حکومتی میشه رابطه نرمال داشت. اینجا موضوع ما باید آینده مردم ایران باشه. چرا؟ برای اینکه قبل از کشتن سلیمانی، قبل از این اتفاق هواپیما، زدن هواپیما، ما در ایران در بیشتر از 100 تا شهر، شاید خیلی بیشتر از 100 تا شهر ایران تظاهرات داشتیم و جمهوری اسلامی خیلی از هموطنان ما رو کشته. ما حتی نمیدونیم که این عدد 1500 یا 2000 که مردم، که خیلی ها تو مطبوعات میگن، درست باشه یا نه. میتونه این عدد حتی خیلی بیشتر باشه. چرا اینو میگم؟ برای اینکه این عدد رو چند نفر که نزدیک خامنه ای هستن، درون بیت هستن، به رویترز گفتن. من با اون شناختی که از جمهوری اسلامی و دروغهای جمهوری اسلامی دارم و همه دارن، بعید نمیدونم که حتی این رقم اشتباهی رو عمدن داده باشن به مطبوعات که اون واقعیت که حتی بدتر از این هم هست رو بپوشونن. ما وظیفه داریم، هممون وظیفه داریم که راجع به کسایی که تو هواپیما اینقدر بیگناه کشته شدن و همه اونهایی که مثل پویا بختیاری اومدن تو خیابونها و خواسته خیلی خیلی ساده و زیبایی که دارن برای آزادی رو بیان کردن، راجع به اونا صحبت بکنیم. الان منوچهر بختیاری زندان هست. چرا؟ کسی که 5 سال خدمت کرده در نظام جمهوری اسلامی، بچه‌شو کشتن، الان باید تو زندان باشه. خانم مرسادی، شما چطور اون حضور میلیون ها فردی که در مراسم تشییع قاسم سلیمانی شرکت کردن، اون رو چطور تحلیل میکنید؟ اون رو تحلیل میکنم که جمهوری اسلامی هنوز میتونه آدم ها رو بیاره بیرون تو خیابون و هنوز میتونه یه چیز نمایشی به وجود بیاره برای مطبوعات داخل کشور و هنوز میتونه مطبوعات بیرون از کشور رو، بین المللی رو گول بزنه که یه حمایت مردمی داره. بله، اینا آدم هستن که تو خیابون میان، ولی با چه شرایطی، با چه فشاری، با چه اجباری اومدن و میگن که ما جمهوری اسلامی رو میخوایم، قاسم سلیمانی رو دوست داریم. مسلما کسایی هستن که جمهوری اسلامی رو هنوز دارن حفظ میکنن، هنوز میخوان، ولی شکی ندارم که واقعیت مملکتمون این هستش که کسایی که واقعا میخوان برن بیرون و اون چیزی رو که میخوان رو نشون بدن، اونا روبرو هستن با یک ترس خیلی خیلی عظیم.
خانم مرتضوی، باز برمیگردیم به این بحث، ولی جواب سوال اولم که شرایط حاکمیت ایران رو، حاکمیت جمهوری اسلامی رو با توجه به این اتفاقات دو هفته اخیر چطور میبینید؟ اگر اون رو خیلی کوتاه بگید. که واکنشی که جمهوری اسلامی تا حالا نشون داده چجوری میبینم؟ شرایط جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی رو، حاکمیت. بله. خب خیلی بدتر شده دیگه. ببینین جمهوری اسلامی یه کار بلده، اونم دروغ گفتنه. همینجوری مجبور شده راجع به موضوعای بیشتر و بیشتر دروغ بگه و همه اینا رو خودش به وجود آورده. یعنی به جای اینکه بیاد یه کار درستی رو بکنه، مثلا هواپیماها رو، پروازها رو قطع بکنه موقعی که میدونه که خودش میخواد بجنگه به اصطلاح، به جای اینکه اون کارو بکنه باعث شده که مردم ایران کشته بشن. مثلا میخواسته که جواب آمریکا رو بده، مردم خودش رو کشته به جای اون. خب همه اینا باعث میشه که آبروش کمتر بشه، اون نگوشیتینگ پوزیشن خودش قوی نتونه باشه. درسته که خیلی پوز اینو میاد که ما میتونیم آمریکا رو بیاریم پایین، آبروی ترامپ رو بردیم پلو، اما ولی مردم واقعیت رو میدونن. مردم میدونن که یه تحریم فوق‌العاده سنگین روز به روز بیشتر و سنگین‌تر روی این مملکت الان هست و دلیلش فقط و فقط سیاست جمهوری اسلامی. آقای سجادی، شما در داخل ایران هستید، صحبت‌های خانم مهرصادقی و همینطور صحبت‌های آقای بورژدی رو هم شنیدید. پاسخ شما چیه؟ شما چه شرایطی برای حاکمیت جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی به خصوص با توجه به شرایط کنونی می‌بینید؟ بله جناب افشار، من ابتدا به ساکن سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان و مهمانان محترمتون. من در پاسخ به فرمایش و پرسش شما در یک کلاژ کلانتری میخوام ماجرا رو ببینم و پاسخ شما بدم. ببینید، برخلاف مهمان اول، من اعتقاد چندانی ندارم که جمهوری اسلامی در پس حوادث اخیر دچار انزوا شده. این چیز خلق الساعه نیست. بله، به این اعتبار میخوام بگم که دغدغه من به عنوان تحلیلگر و کارشناس سیاسی مسائل روز فعلا نیست. من در یک بعد 40 ساله به قضیه نگاه میکنم. در 40 سال اخیر، چه از ریگان شروع کنیم تا ترامپ، ما یک صورت قضیه بیشتر نداشتیم. در واقع صورت قضیه دولت جمهوری اسلامی با ایالات متحده نه پلوتونیوم غنی شده بوده، نه موشک‌های هسته‌ای بوده، نه حقوق بشر بوده و نه هیچ کدوم از مسائل دیگه. در نگاه کلان جمهوری اسلامی متهم است که در بهمن 57 یک نظامی رو سر کار آورده که با یک رویکرد خودباشانه تمایل ندارد تحت قیمومیت نظام کدخدا سالارانه آمریکا قرار بگیره. تو این 40 سال هم تمامی ترفندها به اعتبار همین قرار مواجه شده ایران باش که بتونن از طریق تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی هزینه زیست مستقلانه جمهوری اسلامی رو انقدر بالا ببرن که اولا جمهوری اسلامی بزنه در بیاد و دوما مبنای تنبهی بشه برای کشورهای منطقه که این مدل حکومتی رو الگو قرار ندن. بنابراین این که حالا اتفاقات اخیر از ترور سردار قاسم سلیمانی گرفته تا حمله ایران به پایگاه عین‌الاسد و تراژدی و هواپیمای اوکراین، از نظر من در بعد کلان قضیه تاثیر جدی نداشت. ایران در موقعیت سیاسی خودش چندان تفاوتی پیدا نکرده، کماکان اروپایی‌ها از ابتدا تو این قضیه سعی می‌کردن دو دوزه بازی کنن. آمریکا زمان ترامپ صراحتن اعلام کرد از اردیبهشت ماه سال گذشته که از برجام میام بیرون به اعتبار اینکه از طریق فشار تحریم‌ها آشوب اجتماعی در ایران درست کنم، که این کار هم کرد. بنابراین میخوام بگم که من معتقد نیستم که چیز تفاوت زیادی انجام شده، فقط یک اتفاق خاصی که افتاده بعد از ترور سپهبد قاسم سلیمانی و بشارت رسوندن ایشون. ما یه اصطلاحی در دیپلماسی داریم که جنگ از اون نقطه آغاز میشه که سیاست تمام میشه، یا برعکس با ترور سپهبد قاسم سلیمانی در واقع بازی دیپلماسی به نوعی پایان خودش رسید در عرصه مناسبات دو کشور و از اینجا به بعد این ژنرال ها هستن که در عرصه نظامی ابتکار عمل در دست گرفتن. گذشته از اون که فکر میکنید این شرایط به شما به نفع ایران هست که عرصه در عرصه دیپلماسی دیگه نتونه پیش بره و ژنرال ها تصمیم بگیرن براش؟ نه، قدر مسلم این چیز مناسب نیست، ولی این تصمیم بود که ترامپ گرفت. در کمال بی‌حاذقی هم این کار رو کرد. ترامپ تحت تاثیر فضای انتخابات ریاست جمهوری در داخل امریکا و همچنین ماجرای استیزا بعد از ترور ابوبکر بغدادی که نتونست به اون صورت کمکی به ترامپ بکنه، در عرصه افکار عمومی آمریکا به چندان برد نشد، در رقابت با دموکرات‌ها نیاز داشت به یک کارت برنده و این کارت برنده رو نه کره شمالی بهش داده بود، نه روسیه داده بود و نه چین. به تنها گزینه‌ای بود که انتخاب کرد که بدترین گزینه هم بود به شهادت رسوندن سپهبد سلیمانی بود که باعث ایجاد یک موجی از هیجان و
حجت و مشارکت اجتماعی و عمومی بود. من متاسفم سرکار خانم لسه شریفشون رو بیادرم خانم معمار صادقی هست به بخش سرکار خانم معمار صادقی که کماکان اصرار دارن که این مردمی که من تو خیابون ارنج شده و ارگانه شده بودن. نه ببینید، من قبلا هم گفتم متاسفانه یا خوشبختانه یا هر نوعی نگاه کنیم، اپوزیسیون خارج از کشور ذهنی‌گرا شده. من در ایران در این مدت بودم، موج تأثر و تعلم از شهادت قاسم سلیمانی تمام کشور و منطقه رو فرا گرفت. ما یه مقدار کم لطفی که تصور کنیم که این تشییع جنازه سازماندهی شده بود و این با اعتبار همون ذهنی‌اندیشی. اما حرف شما میکنم عرصه دیپلماسی هر جا بسته بشه قدر مسلم همه ضرر میکنم و این اشتباهی بود که در واقع ترامپ مرتکب شد. تا جایی که نانسی پلوسی هم صداش داره، شما اگه یادتون باشه سخنگوی کنگره آمریکا رسما اعلام کرد که شما نمیتونی نفر دوم یک کشور رو بزنی بدون هماهنگی با کنگره، و این باعث شد که هزینه‌های سیاسی به شدت رفت بالا و الان بازی در بیشتر در زمین ژنرال هاست. خانم معمار صادقی، بسیاری معتقدند که در شرایطی که ایران از فشار، یعنی ایرانی‌ها، مردم ایران فشار خارجی رو می‌بینن، این باعث میشه که اونها متحدتر بشن و به همین دلیل فشار سیاست حداکثری دونالد ترامپ بر ایران جواب نداده، بلکه برعکس نتیجه عکس داده و باعث شده که خیلی از ایرانی‌ها در مقابل سیاست او متحدتر بشن و آمریکا رو، گرچه قبلتر شاید سیاست‌های حاکمیت جمهوری اسلامی رو مسئول آن شرایط خودشون می‌دیدن، حالا کم و بیش آمریکا رو ببینن که از برجام خارج شده و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده. چقدر فکر می‌کنید این مسئله می‌تونه درست باشه؟ این تحلیلی هستش که وقتی ادمنستریشن دونالد ترامپ اعلام کرد که سیاستش با سیاست اوباما 180 درجه فرق خواهد کرد و به روش تحریم رو شروع کرد و این فشار حد اکثری maximum pressure رو به وجود آورد، خیلی از تحلیلگرا، آدم های دانشگاهی گفتن که این باعث میشه که مردم بیان پشت جمهوری اسلامی و علیه آمریکا. کاملا برعکس این هست واقعیت. یعنی از وقتی که این فشارها علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، مردم هم نیروی جدید پیدا کردن، امید جدید پیدا کردن و میبینیم که تمام نافرمانی های مدنی که قبلا هم البته وجود داشت خیلی خیلی بیشتر شده. ببینین، این تصادف نیستش که بزرگترین تظاهرات هایی که علیه این حکومت وجود داشته تو این 40 سال گذشته، گسترده، همه نوع ایرانی، همه جاهای ایران، در این دوران فشار حداکثری از طرف آمریکا بوده. ببینین، وقتی که پویای بختیاری صدای خودش رو ضبط میکنه و اون امید جوانای ایران رو مطرح میکنه، وقتی که شعارها علیه خود خامنه ای هست با این همه صراحت، شهامت، و همه جای ایران الان دیگه میگن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. یعنی جواب مستقیم تر از این نمیتونه باشه به سوال شما آقای افشار. مردم ایران خودشون دارن جواب مستقیم به اون تحلیل که هی هنوزم من تعجب میکنم که تو مطبوعات داره تکرار میشه. یعنی مردم نشون دادن که خیلی خیلی بیشتر شده مقاومتشون علیه این حکومت، نه فقط در داخل ایران، در سراسر منطقه. ببینید، ما مسئولیت داریم به عنوان ایرانی که قبول بکنیم قاسم سلیمانی کی بوده. قاسم سلیمانی یه آدمکش بوده، مسئولیت مستقیم داره برای کشتن صدها هزار فقط در سوریه، از جمله بچه های بیگناه و شکنجه حتی بچه ها. ببینین، ما باید قبول بکنیم که این حکومت چیه، به مردم خودمون چی کار کرده، به مردم منطقه چی کار کرده. بی خود نیست که سراسر این خاورمیانه الان همه نوع آدم خیلی خیلی عصبانی هستن از جمهوری اسلامی و به هیچ وجه نمیخوان که آینده مملکت خودشون، استقلال مملکت خودشون بشه اون چیزی که متاسفانه برای ما پیش اومده. خانم معمار صادقی، ولی مثلا در عراق هم بعد از همین حمله ای که منجر به کشتن قاسم سلیمانی شد،
واکنش‌های علیه آمریکا هم داریم می‌بینیم و احتمال داره که شدیدتر هم بشه با توجه به اینکه همین جمعه‌ای که پیش رو داریم قرار هست که هواداران مقتدا صدر بیرون بیان، او خواستار تظاهرات میلیونی شده. یعنی فکر نمی‌کنید که این سیاست، اگر سیاست جمهوری اسلامی پاسخی نداده، سیاست آقای ترامپ هم پاسخ درستی یا حداقل اون نتیجه‌ای رو که او به دنبالش بود نداده؟ ببینید شما تو عراق، تو سوریه، یمن، لبنان مردم شیرینی میدادن به هم دیگه وقتی قاسم سلیمانی رو آمریکا کشت. خب قبول دارم همون جوری که در داخل ایران جمهوری اسلامی میتونه آدما رو بیاره بیرون و چیزای نمایشی درست بکنه، مسلما در عراق که فساد خیلی زیاد هست و جمهوری اسلامی قدرت خیلی زیادی تونسته به وجود بیاره، البته قبل از این فشار حد اکثری دونالد ترامپ، این اتفاقا خواهد افتاد. شما ببینین وقتی که یه حکومت دیگه مشروعیت نداره، دلیل نمیشه که 100% از همه آدمهای اون کشور یا منطقه مخالفش باشن. شما ببینین کشورهای دیگه که تونستن مسالمت آمیز گذار بکنن از یک سیستم توتالیتر و یا دیکتاتوری به یک سیستم دموکراتیک، اینجوری نبوده که در اون لحظه همه مردم اون جامعه علیهش بودن. نه، ولی به اندازه کافی عصبانی بودن، به اندازه کافی ظلم دیده بودن که اومدن تو خیابون‌ها و این حکومت رو پایین کشوندن. جمهوری اسلامی الان با همچین واقعیتی روبرو هست. هیچ وقت تو این تاریخچه 40 سالش اینقدر مردم واقعیت رو ندیدن و اینقدر مردم عصبانی نبودن از این همه ظلمی که بهشون شده. آقای بورجدی، در بخش از صحبت‌های آقای سجادی شنیدیم که گفتن درهای دیپلماسی کم و بیش بسته شده و در زمانی که این اتفاق میفته جنرال‌ها و نظامی‌ها هستن که شرایط رو تعیین می‌کنند. آیا به نظر شما هم درهای دیپلماسی بسته شده یا شرایط فعلی با توجه به اینکه تنش‌ها کمی کاهش پیدا کرده بین ایران و آمریکا، درهای تازه‌ای رو داره باز می‌کنه و شرایط تازه‌ای رو داره پیش روی تهران و واشنگتن قرار میده؟ بله، اجازه بدید من اول اینو بگم که در صحبت جناب آقای سجاد این کلان دیدن مسئله یه مقدار کم لطفی هم داره شده. این که بگیم که از 1357 امریکا خواهان تغییر رژیم در ایران بوده بسیار با مواقع با واقعیت نمیخونه، چه در زمان اسنادی که راجع به مقطع انقلاب بیرون اومده از طبقه بندی حالا بیرون شده و دیدیم که دولت کارتر چه صحبتهایی کردن با دوروبری های آقای خمینی، چه در رابطه با مسئله ایران کانترا و کمکهایی که دولت ریگان در اونجا کرده و چه مواقع دیگه. به نظر من این حرف درست نیست. این متاسفانه فکر میکنم وقتی آدم عینک نگاه جانبدارانه چه به طرفداری چه به مخالفت جمهوری اسلامی به چشم میزنیم، مجبور میشیم که خیلی از واقعیت‌ها رو نبینیم. من فکر میکنم این تحلیل اولا که اگر این شکلی باشه که من قبول ندارم، ولی بسیار 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 خبر بدی است برای جمهوری اسلامی. شما یعنی اگر وقتی جنرال‌ها کار رو در دست بگیرن، یعنی اینکه با در نظر گرفتن عدم توازن قدرتی که بین ایران و امریکا وجود داره میتونید پیشبینی بکنید که اگر حرف مثلا به چالش کشیدن نظامی هست که فکر میکنم ما هیچ شانسی در مقابله با دنیای غرب نداریم. من اینو تکرار میکنم که بیاد داشته باشیم فقط به عنوان اینکه زیاد گول گزافه گویی هایی رو که بسیاری از رهبران ایران میکنن نکنیم، یه تست کوچیک انجام بدیم. از خودمون بپرسیم جنگ ایران و عراق چند سال طول کشید؟ 8 سال. در آخرش کسی برنده بود؟ نه، مساوی شد، به هیچ جایی هم نرسید. امریکا چه مدت طول کشید وقتی خواستن صدام حسین رو از بین ببرن؟ حمله امریکا 2 هفته بیشتر طول نکشید. 2 هفته در مقابل 8 سال معیار خوبی است برای در نظر گرفتن توان نظامی یکی در مقابل دیگری. پس بنابراین این صحبت رو به نظر من حرف درستی نیست. همین امروز هم من به هیچ وجه مطمئن نیستم که بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا مذاکراتی در سطح‌های مختلف صورت نمیگیره. با وجود تمام مسائلی که پیش اومده و باز هم هر دو طرف هر دو این درک رو دارن که چرا باید کانال‌های ارتباط دیپلماتیک رو باز نگه داشت به دلایل
مختلف، نمونه مشخصش هم همین استفاده و از خبر دادن به دولت عراق هست برای حمله موشکی که ایران میخواست بکنه. کار بسیار حساب شده ای کرده بودن از این بابت، بنابراین کانال دیپلماسی اهمیت خودش رو اونجا نشون داد. من اجازه بدین یه نکته دیگه هم اضافه بکنم. ببینید، صحبت هایی که دوستان میکنن از یک لحاظ برای من ناراحت کننده است، و اونم این که عینک سیاه جانبداری زدن یا مخالفت یا موافقت سبب میشه که آدم فاکت ها رو، واقعیت ها رو نخواد بپذیره، یا اینکه اونجوری که دلش میخواد تعبیر بکنه. من با خانم مرزاتای کاملا مخالف هستم. اون تشییع جنازه آقای سلیمانی هیچ وقت به معنی نبود که مردم گول خوردن به حکومت افراد بوده، نه، قابل درک است. اگر آدم شناختی از ناسیونالیسم ایرانی داشته باشه، از سابقه آقای سلیمانی، چه در رابطه با جنگ ایران عراق، چه در مبارزه با داعش، میشه فهمید که چرا خیلی ها اومدن در اونجا. و ضمناً در مقابل مهمان دیگرمون هم همون افرادی هم که اومدن اعتراض کردن، چه در دو ماه گذشته به خاطر مسئله بالا رفتن قیمت بنزین و چه در رابطه با مسئله هواپیما، اینها هم عوامل کشورهای خارجی نبودن. اینها هم مردم همون جامعه، شاید بسیاری از همونایی بودن که در تشییع جنازه آقای سلیمانی هم شرکت داشتن. ما باید یک مقدار فکر میکنم با افق و وسعت نگاهمون رو گسترش بدیم، بتونیم بپذیریم تا بشه یه تحلیل منطقی تری کرد، تا اینکه بخوایم واقعا در نقش فعال سیاسی همدیگر رو سرکوب کنیم. آقای سجادی، پاسخ شما رو بشنوید تا بعدتر به خانم معمار صادقی هم وقت بدیم. من اولا می‌خواستم پاسخ خانم معمار صادق بدم، منتها جناب آقای بورژوی بهتر از من خودشون فرمودن که اتفاقا حالا بنده رو متهم کردن به اینکه با عینک جانبداری نگاه دارم می‌کنم، اما برخلاف این من معتقدم که اتفاقا همون عینک واقع‌بینی رو ایشون متذکر شدن به سرکار خانم معمار صادق، که این تظاهرات، این تشییع جنازه، تشییع جنازه ای بود که از عمق وجود ایرانیا ترشح شد. بگذاریم از اینکه پاسخ پرسش شما هم ندادن در تو عراق مثال زدین، خانم معمار صادق حاشیه رفته، اما برخلاف تصور جناب آقای بورژوی، عرض من این نبود که در طی 40 سال گذشته همه حکومت ها رژیم چنج کنن. نه، ببینید، من وقتی میگم با یک نگاه کلان به پروژه نگاه میکنم، من نگاه هم نگاه دو قطبی دموکرات و ریپابلیکن نیست. اساسا عرصه دیپلماسی در کاخ سفید طی بعد از جنگ جهانی دوم در تیول دو جناح، کبوترها و عقاب‌هایی بوده که کبوترها از طریق برخوردهای نرم افزارانه و زمینه دیپلماسی با پروسه برخورد می‌کردن، برخورد عقاب‌ها از طریق مشت آهنی. هر دو هم دنبال یه چیز بودن، یعنی چه دموکرات‌ها، چه کبوترهایی که دنبال تغییر رفتار رژیم بودن در ایران، چه عقاب‌هایی که دنبال تغییر رژیم بودن، در تحلیل نهایی هر دو به یک مقصد می‌رسه، یعنی جمهوری اسلامی. بدون گفتمان جمهوری اسلامی این همون رژیم چنج. بنابراین برای من ریگان و جیمی کارتر تا آقای ترامپ چندان تفاوتی نداره. منتها ببینید، ایشون یه اشاره کردن که تا حدودی درست و اشارهشون منتها کامل نبود. فرمودن که اگر عرصه دیپلماسی تمام بشه، وارد عرصه جنگ بشیم، ژنرال در دست بگیرن، خبر خوبی نیست. بله، منم معتقدم خبر خوبی نیست، اما مثالی که زدم مثال رسایی نبود. ایشون مثال زدن که جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال بازنده برنده‌ای نداشت، اما دیدیم که آمریکا در عرض 2 هفته پروژه عراق رو پیچید. اتفاقا میخوام بگم که ایران توی 40 سال گذشته نشون داده که بازی شطرنج سیاسی به حاذقی بلده. شما نگاه کنید، ما 8 سال با عراق جنگیدیم، اما نهایتاً با تدبیر سیاسی ایران بود که صدام حسین و طالبان که دو تا دشمن سنتی ایران بودن، با مدیریت ریموت کنترلی ایران و با دست جورج دبلیو بوش، هر دو دشمن متحد و سنتی ایران از شرق و غرب ما از بین رفتن. صدامی که ما دنبال مجازاتش بودیم توسط خود آمریکایی اعدام شد. دو کشور افغانستان و عراق با تدبیر ایران به نوعی تحت اتحاد ایران قرار گرفته. میخوام بگم الان ایران هم شرایط اصلا خوبی نداره. یعنی تحلیل شما رو یه بخشش رو من سخت میتونم متوجه بشم، اونم این که ببینید الان در شرایط کنونی بعد از اینکه دونالد ترامپ در آمریکا بر قدرت رسید، کشورهای دیگری هم بودند که او با اونها سرشاخ شد، مثل کره شمالی، مثل چین، ولی هیچ کدوم از اونها در این حد که در واقع ایران فرو رفت در بحران اونقدر فرو نرفتن، و این نشون میده که حاکمیت جمهوری اسلامی راه‌های دیپلماسی رو بلد نیست و از کارتاش به درستی استفاده نکرده که حالا دوچار این بحران شده با آمریکا.
خب من آخه من نبدید این نگاه مشکلم با شما هم نگه من چندان فرو رفتگی در بحران نمیدم با توجه که دارم خودم تو ایران زندگی میکنم و آدمی هم هستم که 40 سال با سیاست معنوسم. من مشکل همینه، من اینکه یه مزیتی که من دارم، من تو امریکا زندگی میکنم اما این ترددام به ایران باعث میشه که هم نگاه اپوزیسیون خارج از کشور داشته باشه، هم در داخل واقعیت هایی که کف جامعه داره حرف میزنه ببینم. بله بندم اگر در داخل از آمریکا به قضیه نگاه میکنم یک سیاه نمایی مطلق در طریق رسانه ها میبینم که به قول سرکار خانم معمار همه مردم کلافن و علیه رژیم. در صورتی که این نیست، واقعیت قضیه این نیست. رژیم پایگاه مردمی مشروع خودشو داره که همین تشییع جنازه وهاب سلیمانی یکی از نمادهای برجسته‌اش بود، اما این نافی این قضیه هم نیست که پاره از مردم زیر بحران و بحران معیشت و فشار اقتصادی تسمه از گردشون کشته شده. اما بحث اینه که این وضعیت بحران معیشت رو چه کسی مسببش میکنه غیر از اینکه ترامپ صراحتا گفت میخوام از طریق ترم اقتصادی بحران معیشت درست کنم، آشوب درست کنم. مگه همین کارو در ونزوئلا نکرده؟ مگه همین کارو در نیکاراگوا نکرد؟ مگه همین کارو در شوروی سابق نکرد؟ خب این یک سیاست آشناییه و این به معنی هم نیست که بخوام بگم ایران وضعش الان خیلی عالیه، ولی بحث اینه که اگر قرار تحلیل کارشناسا بکنیم دنبال مسبب باید گشت. بله وضعیت اقتصادی خراب است اما این وضعیت اقتصادی تصمیم ایران نیست. قدر مسلم جمهوری اسلامی با شهروندانی در رفاه بیشتر حمایت و مشروعیت بیشتر داره، اما اینجا باید گریبان هم برمیگردم به بس اول خودم ده. گریبان رو باید جایی گرفت که جمهوری اسلامی رو بنا به هر دلیلی خادل زیست مستقلانه و خودباشش دارن متنبه میکنن. حالا اینکه دیپلماسی ایران جواب دادی نداده، من معتقدم برخلاف صحبت جناب بورژوادی دست دادن ایران در جنگ با آمریکا چندان بستنی نیست. ایران در 8 سال جنگ تحمیلی با کمترین بضاعت امکانات تونست از تمامیت ارضی خودش دفاع کنه. الان سال 876 نیست و ایران در حوزه مدیترانه قدرت اثرگذاری نظامی بالاتری پیدا کرده. خانم معاصری پاسخ شما رو بشنوید. نکته آخر آقای سجادی که جمهوری اسلامی میتونه از خودش دفاع بکنه، مثال ایشون جنگ ایران و عراق بود و اینکه حتی جمهوری اسلامی الان بیشتر هم هست قدرتش. این صحبت واقعا خنده داره. شما دارین در مقابل آمریکا صحبت میکنین، هیچ کشوری نیستش که بتونه اگر واقعا جنگ بشه با آمریکا بتونه ببره. بهتر این صحبت‌ها رو بذارن کنار و به قول آقای بروجردی اگه که بره به طرف تصمیم گیری و همه چی بره به طرف جنرال ها که این بدترین حالت برای جمهوری اسلامی. آقای سجادی هم که اینجا مثل این که میخوان که منافع جمهوری اسلامی رو حمایت بکنن و داشته باشن، اینه که بهتره که از یه راه دیگه برن اگه میخوان که این حکومت سر جاش بمونه. مطمئناً به نفعش نیستش که بخواد با آمریکا بجنگه و آمریکا هم اصلاً دنبال جنگ نیست. آمریکا دنبال این هستش که جمهوری اسلامی اون کارهایی که در منطقه میکنه، برنامه هسته‌ای، برنامه بالیستیک، ترورش، جنگهاش، اینا رو تموم بکنه. ولی این وسط انقدر جمهوری اسلامی گیج شده و نمیدونه که چجوری بتونه خودش رو حفظ بکنه که به جای اینکه یکم نشون بده که داره درست میشه، راه درست رو میره، هی بدتر و بدتر داره میکنه کار خودش رو، یعنی هی میره عقبتر، پشتش بیشتر به دیوار داره میچسبه. و اینجا این نیستش که تحریم باعث همه بدبختی های مردم شده، اینم باز از اون حرفای خود جمهوری اسلامی هست، پروپاگاندا و دیس انفورمیشن جمهوری اسلامی هست. ببینین 40 ساله که این مملکت به عقب داره هی میره. چرا؟ به خاطر نوع حکومتی که وجود داره، سیستم ایدئولوژیک توتالیتر که پر از فساد هست. یعنی جمهوری اسلامی یه مافیا استیت هست. شما ببینین این بچه ها، این آقازاده ها دارن با بهترین ماشین ها هنوزم که هنوزه تو خیابون های تهران میگردن و دارن تو آمریکا زندگی میکنن، در کانادا زندگی میکنن، برای مام باباهاشون دارن پولشویی میکنن. این واقعیت این حکومته. برمیگردم به اون شعار که برای من و مردم ایران خیلی مهم هست، دروغ میگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. ببینیم ما باید به این شعارها آقای بروجردی اهمیت بدیم، به اون مردمی که با این همه شجاعت مجبور هستن بیان بیرون، اونا رو ببینیم فرق میکنن اون آدم ها با اون آدم هایی که میان برای سلیمانی تو خیابون. کسی که میاد بیرون وقتی که دارن بهش شلیک میکنن، وقتی دارن میکشن، وقتی دارن شکنجه میکنن، وقتی دارن میبرن تو انفرادی، فرق میکنه با کسی که سوار اتوبوس حکومتی میشه، ساندویچ و ساندیسش هم دستشه.
خانم مرسادی، یه سوال کوتاه بکنم. درست نیست این مقایسه. یه سوال کوتاه از حضورتون دارم. یه نشانه هایی وجود داره از جمله این که آقای ترامپ در سخنرانی خودش در داووس سوئیس هیچ اشاره‌ای به ایران نکرد، در حالی که در سالهای قبل این کار رو میکرد و تنش‌ها به سطحی رسیده که انتظار میرفت او صحبتی بکنه. همین ها در صحبت آقای بروجردی هم بود، نشان میده که شاید کانال‌های دیپلماتیکی پشت پرده وجود داره که داره مذاکراتی ممکن هست شکل بگیره. اگر توافقی فرض بگیریم بر در نهایت انجام بشه و تمام اون خواسته های آمریکا هم درش برآورده نشه، چون شما نمیتونید توافقی رو شکل بدید که همه اون پارامترهایی که آمریکا خواسته درش شکل بگیره، اون وقت موقعیت اپوزیسیون ایرانی که آقای سجادی بهش اشاره کردن، اونا در چه شرایطی قرار میگیره اگر چنین توافقی بین حاکمیت جمهوری اسلامی و آمریکا شکل بگیره؟ خب این اگر خیلی بزرگیه، یعنی ببینین الان ببینین که دونالد ترامپ، سکرتری پامپیو، میگن اورتاگوس، خودورکوفسکی، اینا الان دارن از طریق سوشال میدیا و مطبوعات چیا میگن به جمهوری اسلامی و به مردم ایران. دارن میگن که ما پشت مردم ایران هستیم و خواستمون از جمهوری اسلامی روز به روز داره بیشتر میشه و فشاری که داریم روی این حکومت میذاریم روز به روز داره بیشتر میشه. چرا فکر کنیم الان که آمریکا میخواد توی موقعیتی هستش که دنبال توافق هست با جمهوری اسلامی؟ نه، همه ابزارهای دولت دموکراتیک رو استفاده کرده که نشون بده که ما سفت و سخت علیه جمهوری اسلامی هستیم و با مردم ایران هستیم. ببینین این اعتراضاتی هم که شکل گرفته تو صحبت‌های آقای بروجردی شنیدم، گفتن که سر قیمت بنزین بوده. سر قیمت بنزین فقط نبوده، مردم ایران دنبال بهانه هستن به طور دائم که بتونن بیان اون عصبانیت خودشون رو، اون خواسته خودشون رو نشون بدن. الان وضع مملکت فوق‌العاده خراب هست و فقط و فقط جمهوری اسلامی اینجا هستش که تقصیر داره. مردم این رو میدونن و من فکر میکنم تحلیلی که نه این رو مهمترین و بالاترین نظره توی حتی اون صحبت این که بین آمریکا و جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد، تحلیلی هستش که اون به قول انگلیسی میگن you're not seeing the elephant in the room، فیل تو اتاق نمیبینی، یه چیز به این گندگی تو این اتاق هست و شما میرین صحبت چیزای ریزه که تو اون اتاق هست. ما باید فیله رو ببینیم، فیل خیلی بزرگی تو این اتاق هست، اونم این خواسته مردمه. آقای بروجردی، فکر کنم شما رو باید بهتون فرصت بدیم، از هر دو طرف به شما بیشتر تنم میشه بخواین، ولی من پاسختون رو شما بدین، اما سوالم از شما هم همین هست. در صحبت‌های آقای ترامپ چیزی در مورد ایران نشنیدیم و مقام‌های آمریکایی هم در طول 3-4 روز گذشته حداقل صحبت تندی درباره ایران نکردند. آیا شما هم اونطور که برخی تحلیلگرها این رو نشانه‌هایی می‌بینند از اینکه اتفاقاتی پشت پرده داره می‌افته، آیا شما هم اینطور می‌بینید؟ ببین، حتی اگر اتفاقاتی پشت پرده نیفته، فکر میکنم شیوهی که پرزیدنت ترامپ با مسئله حمله ایران به پادگاهی که در عراق بود نشون داد که ایشون علاقه به این که این مسئله به حالت حادتری بره، به طرف جنگی بره، اینا نداره و خیلی هم کار معقولی هست. به خاطر وارد سال انتخابات شدیم، ایشون هم و دوروبریاش اونقدر دانش سیاسی دارن که بفهمن که درگیری با ایران در یک سال انتخابات با در نظر گرفتن تجربه افغانستان و عراق چیزی نیست که به نفع ایشون باشه. پس بنابراین فتیله داستان رو کشیدن پایین و بسنده کردن به همین تحریم‌های بیشتر اقتصادی ایران این ور اون ور، و نمیدونم این لوایحی که راجبه اجازه ندادن سرمایه گذاری و اینجور چیزا، که همینطور فشار به اروپایی‌ها اینا یه سطح پایین‌تری از درگیری نظامی است که فکر می‌کنم معقول هست. اینو پس در نظر داشته باشیم راجع به خواست امریکا. در رابطه با صحبتایی که دوستان کردم، اجازه بدید فقط چند تا نکته رو مثال بزنم. جناب سجادی فرمودن که ایران ممکنه جنگش با عراق به تساوی رسیده، ولی ببینید ما چه امتیازی به دست آوردیم در عراق و افغانستان. بازم اینجا یکم کم لطفیه. انداختن طالبان و صدام نتیجه نقشه ماهرانه ایران نبود.
11 سپتامبر اتفاق افتاد و این انتقام جویی امریکا در اونجا بود. ضمناً تازه حتی اگه بخوایم اعتباری هم به دیپلماسی ایران بدیم، که باز این حرف تایید حرف من است که شما در حوزه نظامی کسی نیستین، به اصطلاح پشه بیشتر نیستین در مقابل قدرت ابرقدرتی مانند امریکا. پس دیپلماسی بهترین شانسی است که برای ایران وجود داره. ضمناً محدودیت رو ببین، من فکر میکنم که آقای سجادی میگن که آدم ها وقتی خارج از کشور هستن خیلی واقعیت رو نمیدونم، دا بخش زیادی هم حرفش میتونه کاملا معقول باشه، درست باشه، اما از یه طرف دیگه انتخاب دلایل هم به شکل انتخابی برای اینکه ما فقط یک بخش مسئله رو ببینیم، اونم بحران ساز است. ایشون میگن امریکا با استقلال ایران از 57 مخالفت داشته، ولی بخش دیگر داستان رو که از 57 ما شعار مرگ بر امریکا دادیم، مبارزه با امپریالیسم کردیم، پرچم امریکا آتش زدیم رو در تحلیل ایشون کاملا غایب هستند. یا در حرف جناب خانم نمار صادقی، بله ببینید من هیچ ادعایی هم این ادعا رو نمیپذیرم که آقای ترامپ یا آقای پامپو واقعا کشت و شیفته مردم ایران هستن و ما گفتم با ما هستیم. کدوم پرزیدنت امریکا تا حالا اومده نگفته ما با شما هستیم؟ همه این حرف زدن. اولا اقدام واقعیشون چیه؟ بعدش هم ایشون هم همون پرزیدنتی هستن که از طرف دیگه سیاست‌هایی رو اعمال کردن که به مردم ایران، نه به دولت ایران، به مردم ایران ضربه زدن، مانند تحریم که همه میدونیم که بله چیز تحریم فشارش به اصطلاح دودش به چشم مردم میره. چرا؟ چون حکومت همواره کانال‌های مختلفی برای ارضای نیازهای خودش رو داره. وقتی ایشون از صحبت از هدف گرفتن 52 هدف فرهنگی در ایران صحبت میکنن، هیچ ایرانی به نظر من که یک شمی از به اصطلاح وطن دوستی درش باشه با حرف ایشون نمیتونه کنار بیاد. بنابراین من حرف من این است، ببینید یک مقدار میگم متاسفانه اینقدر این نگاه سیاسی ما غالب شده که نمیتونیم یک چیزا رو بپذیریم. نارضایتی در ایران وجود داره، ولی بنزین جرقه داستان بود، کما اینکه 20 سال پیش بستن روزنامه سلام هم بخشی از اون چیز بوده. حرف من این است که اینها رو به این شکل میشه تعبیر دیگری کرد. آقای سجادی بذارین، خیلی وقت نداریم، یک سوالی از شما میخواستم بکنم و همینطور بقیه حضارم اگر جواب بدم ممنون میشم. این که در آینده کوتاه مدت فکر میکنید در چند ماه آینده اون چه که پیش رومون هست با توجه به صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعهش، افزایش تنش ها رو میبینید به خصوص در منطقه یا کاهش تنش ها؟ خواهش میکنم. من اگر استراد نباشه قبل از اینکه پرسش شما پرسش کنم یه توضیح در طول صحبت دوستان بکنم. اولا من با جناب آقای وجودی ظاهرا بهتر میتونیم به توافق برسیم، چون ایشون حداقل نگاهشون کارشناسان تره، حالا یه نقاط افتراقی هم هست که طبیعی. اما سرکار خانم نمار صادقی رو من یه مقدار بیش از یک مقدار مسئله دارم باشم. ببینید سرکار خانم نمار صادقی در میان میفرمایند که همه میدونن که قاسم سلیمانی تروریست بود. این فکت سخنگویی از طرف مردم من آزار میده. اگر مردمی که اومدن اون شعار رو دادن که ایشون هم تکرار کردن که دشمن تو دروغ نگین، دشمن آمریکا سهمی دارن اینجاست، بله یه تعداد این شعار رو در ایران دادن، اما شما این تعداد محدود چطور همه، اما اون تشییع جنازه میلیونی رو میذاریم به اساس ارگانایز کردن تظاهرات سازماندهی شده. ایناست که من میخوام بگم ذهنی اندیشه. یا در میان میفرمایند که 40 سال ما مسئله ما 40 سال یک حکومت دیکتاتوریه. سرکار خانم نمار صادقی، ما شما 41 سال حکومتی در ایران اومده که بی سابقه در منطقه که دموکراسی درش وجود نداشته با رأی مردم سرکار مونده. در کنار ما دولت ریاض رو داره که نزدیکترین متحد آمریکا است و یک حکومت سلطانی مستبدانه است. چطور اون دیکتاتوری رو نمیبینه دولت ایالات متحده؟ بعد حکومتی که 40 سال بالا پایین هرچی بوده با رأی مردم تونست پای مردی کنه رو شما دیکتاتوری به این راحت اطلاق میکنید، یه مقدار بیش از این مقدار کم لطفیه. بعد از اونم میفرمایند که دولت ایالات متحده همه ابزارهای دموکراتیک رو به کار گرفته برای اینکه رژیم رو سر عقب بیاره. اینا ابزارهای دموکراتیک سرکار خانم، تحریم ها و فشار رو مردم آوردن ابزار دموکراتیک
به شهادت رسوندن نفر دوم یک نظامی یک مملکت، اونم به صراحت خود ترامپ رسما اعلام میکنه ما ترور کردیم. اینا ابزارهای دموکراتیک، اینا بحث هر کدوم جایگاه های خودشو داره و اعمالی که در هیچ ترمینولوژی به عنوان ابزار دموکراسی تعریف نمیشه. اما این در پاسخ به فرمایش شما جناب آقای افشار، ببینید من معتقدم ایالات متحده باید یک تونل زمان شد دیگه. بعد از این قضایا ما شاهد فشار بالای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستیم و اتفاقا میخوام در تایید فرمایش شما که فرمودین که ترامپ در داووس سکوت کرد در تو ایران، این رو به نوعی تاکید کنم و تایید کنم به عرض خودم. بازی از دست سیاسی ها در اومد و افتاد دست جنرال ها. در عرصه نظامی آمریکا جنرال ها نظامیان آمریکایی معقول تر برخورد میکنن، چون اونا تو کف صحنه دارن زندگی میکنن و با واژه جنگ آشنا و معنوسن. من معتقدم اتفاقا اونها هستن که ترامپ رو به سکوت ترغیب کردن، چون نشون داد با عدم شناختش از منطقه و دیپلماسی غلطی که داشت، بخصوص بعد از اون حمله سوء قصد تروریستی به قاسم سلیمانی، نشون داد که یک تصمیم اشتباه تا چه اندازه‌ای فضای جنگ رو در منطقه میورد بالا، اون فضایی هم که خود نظامی‌ها هزینه‌اش می‌دادن. من اتفاقا سکوت ترامپ رو به نوعی تایید کننده این مسئله می‌دونم که ژنرال‌ها به اندازه کافی بهش فشار آوردن که واقعیت جنگ رو می‌دونن، و این به این معناست که جمهوری اسلامی هم تلاش خواهد کرد، تصور منه، که تا انتخابات ریاست جمهوری از سیاست مدارا استفاده کنه. ریاست جمهوری آمریکا منظورمه، تا تکلیف ترامپ در انتخابات روشن شه، چون ترامپ بعد از قضیه ترور قاسم سلیمانی در واقع همه پل‌ها رو برای بهبود رابطه سیاسی با ایران شکست، در واقع سیاستمدار ایران. اگر آقای ظریف هم در صحبتاش در هند صحبت مشابهی کرد، گفت 10 ماه حالا فرصت بدیم اگه ما طاقت بیاریم 10 ماه. ولی واقعا چنین چیزی معقوله برای اینکه در هیچ تحلیلگری الان پیشبینی از این نداره که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای ترامپ موفق نشه، در حالی که همه تحلیلگرها تقریبا به این نتیجه رسیدن که آقای ترامپ احتمالاً دوباره رأی خواهد آورد؟ بله بله، توجه داشته باشین که ایران تجربه ریگان هم داره، که این ایران بود که به نوعی اثرگذار شد در انتخابات ریاست جمهوری اون سال که ریگان در کارتر در مقابل ریگان شکست خورد با بازی که روی گروگان های آمریکایی در واقع انجام گرفت. میخوام بگم ایران تو این بازی به تبحر لازم رو داره، به شرط اینکه بتونه متبحرانه تو این قضیه بازی کنه. من نمیخوام بگم چیکار میکنه یا میتونه بکنه، ولی تصورم اینه که بر اساس همون تجربه گذشته و بر اساس فضا و اتمسفر سیاسی که بعد از شهادت قاسم سلیمانی پیش اومد، جمهوری اسلامی متمایله که از سیاست از این ستون به اون ستون تا انتخابات بازی رو در دست بگیره و با مدارا و بازی‌های منطقه‌ای بتونه ترامپ رو به نوعی اثرگذار بشه در انتخابات ریاست جمهوری بر علیه ترامپ. خانم معمار صادقی، اگه همون سوالی رو که پرسیدم، این در آینده کوتاه مدت چه پیش بینی میکنید؟ افزایش تنش‌ها یا کاهش تنش‌ها؟ من فکر میکنم که آمریکا دنبال جنگ نیست و جمهوری اسلامی هم مسلماً نمیخواد که بره به طرف یه جنگ واقعی. تحریم ها سر جاش هست، روز به روز داره بیشتر میشه، یعنی تا وقتی که جمهوری اسلامی کوتاه نیاد که هیچ نشونه ای نیستش که به یه همچین حکومتی با همچین وضعی بتونه به طرف عاقلانه تر بره، این فشار بیشتر میشه. و برخلاف صحبت آقای سجادی که دقیقا صحبت خود جمهوری اسلامی هست، این تحریم ها به خاطر بدی آمریکا یا دونالد ترامپ به وجود نیامده، به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه، به خاطر برنامه هسته‌ای، به خاطر برنامه بالیستیک، به طور کلی ماهیت این حکومت این فشار اومده. و برخلاف صحبت آقای بروجردی، این سیاستی نیستش که قصدش این هستش که مردم ایران رو اذیت بکنه، ولی خود آقای بروجردی بهتر میدونن مگه چقدر ابزار دست آمریکا و به طور کلی دنیا هست که بتونه مقابله بکنه با این هیولایی که جمهوری اسلامی شده بود در منطقه بعد از برجام، به خاطر اون پولهایی که آمریکا داشت میداد به جمهوری اسلامی. ببینین، صحبت میشه از طرف آقای سجادی که همه چی داره میره به طرف تصمیم جنرال ها. خیلی خوب، اگه این واقعیت هست که خب خیلی منطقی هستش که آمریکا آدم به قول شما شماره دو این حکومت رو بکشه. بالاخره این حکومتیه که افتخار میکنه به
کشتن دیگران در منطقه، افتخار میکنه به اینکه در مقابل آمریکا و اسرائیل وای میسه و میخواد اونا رو شکست بده. خب اگه صحبت جنگ، اگه واقعا آقای سجادی و جمهوری اسلامی فکر میکنن که با آمریکا دارن میجنگن، خب آمریکا هم داره با میجنگه و خیلی منطقی هستش که کسی که تقریبا همه چی دستش بوده، یعنی حتی در مقابل با خامنه ای، من فکر میکنم که سلیمانی وقتی میشست تو بیت با آقای خامنه ای صحبت میکرد، سلیمانی بود که با آقای خامنه ای میگفتش که الان تو عراق این وضع، این وضع، این وضع، اینجوری نیستش که دستور به اون صورت میگرفته. آدم خیلی خیلی مهمی بوده برای جمهوری اسلامی و الان دیگه وجود نداره و باعث گیجی بیشتر شده برای این حکومت. یه دلیلی که یعنی تحلیل آقای سجادی راجب سیاست داخلی آمریکا کاملا 180 درجه غلطه. دلیلی که ریگان برد این نبود که جمهوری اسلامی تونست شکست بده در از سیاست داخلی آمریکا رو، یا باعث شد که یه ببینین کارتر چرا باخت؟ به خاطر اینکه محکم وای نساد. الان ترامپ داره محکم وای میسته، مردم آمریکا همونجوری که مردم ایران میبینن، مردم آمریکا اینو میبینن. و متاسفم که بگم که دموکرات‌ها به جای اینکه سر چیزای خیلی اصولی توافق بکنن و بگن که درسته ما میباید سلیمانی رو میکشتیم، ما باید الان حمایت زیاد بکنیم از مردم ایران، حزب دموکرات هم خیلی جاها متاسفم که بگم که پوزیشنایی میگیره که به نفع جمهوری اسلامی هست، همونجوری که اروپایی‌ها این اشتباه رو خیلی وقتا کردن. ولی به طور کلی سیاست آمریکا الان سیاستی هستش که فشار حد اکثری رو جمهوری اسلامی گذاشته و من فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک یا حتی آینده دور این عوض بشه. چیزی که چشم من بهش هست مردم ایران هستن و اونها رو من اکتور اصلی میبینم اینجا. اونها هستن که با فعالیت خودشون، نافرمانی مدنی خودشون، اعتصاب‌های خودشون، تظاهرات‌های خودشون، آینده خودشون رو انتخاب میکنن. آقای بوجهدی، خانم مرسادقی اشاره کردن به اختلافات داخلی در آمریکا. اختلافات مشابهی هم در ایران در مورد استراتژی که در مورد آمریکا میخوام پیش بگیرم وجود داره. با توجه به این اختلافات تحلیل شما رو در آینده کوتاه مدت بشنویم. من فکر میکنم جنگی بین ایران و امریکا در پیش نیست به هیچ وجه. دو طرف مایل به این داستان نیستن، برخلاف رجزخوانی هایی که هر کدوم میکنه قدرتشون رو به رخ دیگری میکشن، هر دوتا میدونن که از این مسئله صدمه خواهند دید. این یک مسئله. نکته دوم، جمهوری اسلامی به نظر میاد که تصمیمش بر این هست که در این 10 ماهی که از دوران آقای ترامپ مونده تا انتخابات واقعا وارد مذاکره نشه و برای خودشون این عمل معقول است، چون میگن که خب به برجام پشت پا زد، چه تعهدی وجود داره که اگر توافق دیگری هم دست پیدا بکنیم اون هم زیر بار این مسئله نذاره. بنابراین امیدی بستن، کور امیدی هست به اینکه آیا مثلا دموکرات‌ها انتخاب بشن و شرایط بتونه عوض بشه. بنابراین اینم اون داستان. نکته سوم که فکر میکنم بهش اشاره نشده و مهم هست در این وسط، واقعا مسئله برجام هست و آینده اون، تهدیدهای ایران برای بیرون اومدن از قرارداد NPT یا همون منع گسترش سلاح‌های اتمی، که خب اون میتونه اوضاع رو بین الان تا ژانویه آینده برای ایران بسیار سخت‌تر بکنه، با اینکه شورای امنیت دوباره وارد بازی بشه، تحریم‌های دیگه بیشتری رو روی ایران بذارن، مسئله قبول نکردن توافقنامه FATF و نمونه های مانند این. به نظر من چشم‌اندازی که ما روبرو داریم این هست که وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد. همین الان هم صندوق بین‌المللی پول داره صحبت میکنه که ما با یک کاهش نزدیک به 10% اقتصاد ایران در این سال جاری روبرو هستیم. پس چشم‌انداز از چشم من این است جنگی وجود نداره، وضع اقتصادی بسیار بدتر از آنچه که امروز خواهد بود و امیدها بسته به این شده که ببینن در انتخابات امریکا چه میشه. اگر آقای ترامپ مجددا انتخاب بشه، بعد مسئله برای جمهوری اسلامی مشخص میشه که خب 4 سال دیگه ایشون سر کار هستن، باید ما یه شکلی بتونیم باش به توافق برسیم. چرا؟ چون اقتصاد یعنی پاشنه آشیل ایرانه، بدون اجازه نمیده 4 سال دیگه هم به همین شکل رفتار کنه.
ممنون از هر سه شما. مریم مریم معمار صادقی از بنیانگذاران وبسایت توانا، داریوش سجادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ما، و همینطور مرزاد بوژدی رئیس دانشکده امور همگانی و بین‌المللی دانشگاه ویرجینیا تک. و ممنون از شما که در این صفحه دو همراه ما بودید. این برنامه رو میتونید در صفحه‌های اجتماعی هم ببینید، صفحه‌های اجتماعی بی بی سی فارسی. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.